عشق، ای عشق، تو به من الهامی نو دادی، از عالمی غیب پند و حکمتم دادی. در کوی تو ای جان من مردی با ایمان شدم، در عشق تو من منصور این زمان شدم. جامی می در دستم و شادان آمدم، با دلی آینوار به ملک جانان آمدم. جسمی مرا جان درخشان می کند، جانی مرا قرآن آباد می کند. کنون من یک جانی غزلخانه دارم، در جامم همه روز می ناب دارم. تا جوهر از کان بیرون نرود، پاک نشود و به میهن نرود. این موج دوزخیان زهر بسیاری دارد، این عطر نااهلان بوی حرام دارد. تا از غم دون آزاد نشوی، تو بنده صادق جبار نشوی. از صورت دست کشیدم و با سیرت رفتم، به عالم جانان به جان نازنین رفتم. دروازه دل را کشادم و یار جانی را یافتم، از این دوی روی گرداندم و عالم اصلی را یافتم. مرا جز جان دیگر غمی نیست، به جز جانان کسی همراه من نیست. سراپا غرق می ناب گشتم، صد شکر که زیرای حق آگاه گشتم. الا ایار من، تو در جانی منی، تو نوری چشمی بینای منی. غرض از عشق فقط کوی تو باشد، هدف از درین از راه دین راهی، هدف از دین راهی صراطی تو باشد. دلا از غم دون آزاد شو، تو منیسی راه دلداران شو. تو از جهلت نمیدانی کی هستی، تو از عالم عقبای و چرا زین بام نشستی. تو در دلی و دل در بندی تو هست، دلی عشاق کویت منبع نور است. تو آن نوری که در دل خانه کرده، تو آن گلی که بلبل را غزل خوان کرده. چون مرغ قضا آمد تو را چاره نیست، چون اسب اجل آمد تو را گریز راه نیست. از دست قضا و اجل راه گریز نیست، جز توکل بر خدا دیگر چاره نیست. ای عشق، تو آن گل ریحانی و در سینه منی، تو هم دردی و هم درمانی منی. تو هم یاری منی و هم دلداری منی، تو در جانی منی و تو جانانی منی. ای ساقی جان، مست و خرابم کردی، می نابم دادی و از کفر پاکم کردی. این دنیا را چی کنم که این دون وفاییم نکرد، جستو که این دل بیماری مرا، جستو کسی این دل بیماری مرا نوازیش نکرد. جزت فرموید یک دوی کوی نفنیم یا کوی حضرت عطار. کودک در راه می رفت و می گریست و مردی کامل با اون کودک میگه که این گریه تو بحری چیست؟ کودک گفت که استادم، یعنی معلمم، یک هفته اینا درس رو به من داد که من باید باید تیار میکردم، ولی من او رو تیار نکردم و حالا وقتی به مکتب رفتنم آمده است و نمیدونم در از ترس همینا نمیرم به مکتب، برای اینکه در نزد استاد جواب دادن در کار. من میترسم که اگر روم و جواب نتیم در سای دادگی استاد را، او به همون چوبی سختش منو میزند. برای همین، برای آن که درس هایم تیار نکردم. مردی کامل گفت حال و کاری من یک یک همه هست، همچون حامی کودک همه. خوش بی خفت و ناکرده سبق، می بی باید رفت فردا پیش حق. پادشاه آمد این درویشی تو به جهان درد دل در پیش تو. از جهان با درد دل در پیش تو. در ختم حکایه بهترین است و ما طلبای هستیم، مثل طلبا هستیم. خداوند کریم و غفور و رحیم وای استاد و مولای ما است، وای به ما را وظیفه دادگی، همو وظیفه را گفتگی، یعنی شریعتی وای اجرا کنه گفتگی، برای که هر یک قدمی ما اگر وظیفه را اجرا نکنیم، پیش شاه که رفتیم، پیش همو استاد ما که رفتیم،
که درس جواب ندادی چکو میکنه؟ جزات میتی البته. در نزد استاد همون طلبه ای که حرمت میکنه استاد، حرمت میکنه همون درس یا میخونه، بین یا قدری کلان داره. همون طلبه ای که درس استاد نمیخونه، اگر استاد پسند نمیکنه، در پیش همون استاد قدرم نداره. برای این ما در پیش خداوند همون شریعتی باید که جو نکردیم، چخیل با در روپروی باید میستیم، چخیل ما باید در پیش میستیم، چرمونده باره میستیم. برای همین ما باید رنگ همین کودک نشیم که درس تیار نکنیم. درسی گفته خداوند تیار کردن در که پکر که پیش که رفتی شرمده نشه. خوش بی خفته و ناکرده سبق، می بی باید رفت فردا پیش حق. دایجا به خورده خوبی به تشویش یکه پکر پیشی حق که رفتی چی جواب میتی؟ سبق ناموختی کو از شریعتی وای، درسی وای اجرا نکردی. ما باید تیاری و بینیم، درس را ساز بخونیم که به در پیش حق رفتیم. پادشاه آمد این درویشی تو، با جهانی درد دل در پیشی تو. و با همون درد دلی دنیا خطی پیش خدای تعالی میره عب نیسته. نو میگه تو چی آوردی در دلت در پیش من؟ همی سنگ کلوخ و آهن، همی پل مولا در دلت، غمی پلا را در کار نیسته برای و ای گپ و ای غمای تو. بهترین نیکایه است. یکی از نیکایه خود انشاءالله نکنیم، دو ساختمانچه بودن که لایه های ساختمانی یک دیوار راست میکردن. از یک طرف همون شاه با همین ساختمانچه وظیفه میدید که همین قصری من همین دیواری کلان قطعی محکمش کنی. هر طرف یک ساختمانچه را ایه طرف میگرد سرکی اتگش ایه طرف. یک ساختمانچهش سراستیمه بود، حرامکار بود، تیز کار میکرد. از ساختمانچه دیگر حلالکار بود، سراستیمه نمیشید، اما کار حلال بود. هفت بار چند میکرد یا بار گفتی همون که بعد میبرید. و همین خیل ساختمانچه یکم تیز همون دیوارش تیار میکنه. ای ساختمانچی که دیم است، حلالکار است، کم تا دیرتر کار را تیار میکنن و میسپرن. میگذرد چند سال که همون دیواری کجی همون ساختمانی یکم میریزه، میغرم با این دیواری که با حلالکاری، با صبر، با دانش کرد، هزار سال ها میمونه. خلاصه این است که آن دیوارهای کج این همون خصلت‌های بدی آدم هستند که در آدم ریشه میکنن. آدم میگن که در جوانی سعی کن، گر به خلل خواهی عمل، میوه به نقصان بود چون از درختی نوبر است. همون آدم بعد همین سینی سال یا چی شکو وقت بسیار استفاده برای همون کمبودی گندگیش، همون خصلت‌های بنده شا، خلق بد شا، ای همون نمونه که در جسمش ریشه کنن خصلت‌های گنده. وقتی که خصلت‌های گنده در آدم ریشه کردن، او آدم رنگ همین دیوال پچخ میشه پیش از سروکش. همون آدم روحش میزنن، زندگیش بدبختانه میکنن. و آدم این خیردمند باید همون دیوار زندگیش همین خیلی راست کنه که در آخر براستی باید برای راست ببره. وقتی که ما خصلت‌های گنده را در خدمت جا میکنیم، ما را خصلت‌ها برای کج میبرن، مو باید یارو چپا میشن در طوری سرمو. و راستی این راه شریعت است، همون راهی که خداوند میگفت اگر راه صراط المستقیم، همون راه راستی است، عیان است، کجی ندارد. ما باید خصلت‌های خوب ما افزون کنیم، از خصلت‌های گنده آزاد شویم و در همین راه راست رویم که عاقبت مسال شود. بخشی زیاد سخن از زیاد کردیم. خدا نگهدار تو باشد. خدا حافظ.